لو رفتن فحاشی میلاد حاتمی به پویان مختاری. لو هزارات و شیر خر این پرنده از قفس فرار کرده میمونه، اومده بود اینجا با یه بقچه دوست دخترش هم که نیلی، که بچه کرج دیگه، بچه باقستانی کرج بهش میگن نیلی سی سانتی، بسیه شما رو فرش میکردیمش تو پذیرایی جلو همه. و فیلم اصلی لخت محسن افشانی و همچنین لایو جنجالی داوود هزینه در مورد میلاد حاتمی و ایران. ایرانیه یا آدم الدنگ معلوم نیست کیه، نشسته پشت اونجا آقای نمیدونم شیرزاد، ما اینا رو صحبت کردیم که بیاره میشون ایران. مگه من پشمکم که منو بیاره ایران؟ مگه من هیچی ندارم منو بیاره ایران؟ نه اینو جدی دارم میگم، اصلا کاری به شما ستا ندارم، من اینجا کشورم ترکیه، اینجا وطنمه، من ترکم، ترک ملتی، اینجا مملکتم ترکیه. مگه تو میتونی منو ببری ایران پشمک؟ با تیجه ترک منو ببری ایران؟ با ملیت ترک منو ببری ایران؟ مگه من با پاس ایرانی جایی میرم که تو منو ببری جایی؟ اونو زیرش پندک زدم جوجو برد، لولو برد، هوا برد. نه بگه مردم نمیدونن، مثلا فکر کن یا میان میگن رولازمو بردن، رولازمو دزدیدن بردن. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همونطور که میدونید میلاد حاتمی چند وقت پیش یه گروگانگیری سوسکی کرده بود و محسن افشانی رو خفت کرده بود و ماجرا از این قرار بود که یه عده میگفتن همه چیز هماهنگ شده است و عده هم میگن نه، میلاد حاتمی واقعا گروگان گرفته بود. و همونطور که میدونید محسن افشانی میگفت که اینا فیلم لخت منو گرفتن و حالا یکی به اسم سامان منفرد که اونم سعی میکنه توی اینستا افشاگری کنه یه فیلمی رو منتشر کرده که میگه لخت محسن افشانیه، که خب به دلایل قوانین یوتیوب نمیتونیم پخشش کنیم و گویا اینجوری شده که فیلم گلابی های محسن افشانی در حال دست به دست شدنه. و اما از اون ورم همونطور که میدونید پویان مختاری و میلاد حاتمی با هم رفیق بودن و خیلی هم ادعای رفاقت داشتن و اصلا همین چند روز پیش پویان مختاری میگفت که واقعا ناراحت برای میلاد. و اما حالا یه وایس لو رفته که نشون میده میلاد حاتمی با پویان مختاری و نیلی خیلی هم بد بوده و حرفای تندی رو پشت سرشون زده. پویانو خیلی دوستش دارم. خب حالا هر کی حالا هر چی بگه، من خیلی دوستش دارم. هلو هزارات و شیر خر این پرنده از قفس فرار کرده میمونه، اومده بود اینجا با یه بقچه به قرآن آیا بخش اومده اولین دختری که دید گفت دوست دختر که میگم شمایی چون مادرم، کسی به اینا نگاه نمی کنه. بعد نیلی سی سانتی خورده بهش بیکرده فابریک خودشی، چونی همه جا تو عمل کردیه اسکل، فرق چیه تو با یه زن همه جا تو عمل کردیه، برو چونه تو عمل کن دیگه چاقال، این اصلا نباید دیدشن. دوست دخترش هم که نیلی، که بچه کرجه دیگه، بچه باقستانی کرجه بهش میگن نیلی سی سانتی، بسیه شما رو فرش میکردیمش تو پذیرایی جلو همه. بله همونطور که دیدین در مورد نیلی هم حرفای تندی زد و جالبه بریم حرفای پویان مختاری رو بعد از دستگیری میلاد حاتمی گوش کنیم و برگردیم. ببین من راستشو بخواه چون اینقدر ناراحتم واسه این آدم، اینقدر اصلا نه اصلا رو تنگی حالو براخره خودمونم داریم جزه، اصلا من خودم زندان رفتم، ولی این آدم رو من خیلی دلم براش میسوزه، خیلی ناراحتم واسش، مخصوصا اینکه با خانواده‌اش هم صحبت کردم باز بچه شده. بله و اما این وسط داوود هزینه که با نام هنری داوود پاخور فعالیت میکنه یه لایو داشته که توی اون یه جوری صحبت میکنه که انگار مهندس هوا و فضاست. دستگیر میکنه میفهمه ما ایکس و ایگرگ نیستیم، که حالا ایکس و ایگرگ رو خدا نجات بده، یارو قاچاق اومده توی این کشور، نه هویت داره نه مدرک داره نه چیزی به نامشه، از دیوار اومده تو ترکیه، معلومه دیپورتش میکنن میره، میدونن مثلا فکر کنن یارو ایرانیه یا آدم الدنگ معلوم نیست کیه، نشسته پشت اونجا آقای نمیدونم شیرزاد، ما اینا رو
صحبت کردیم که بیاره میشون ایران، مگه من پشمکم که منو بیاره ایران؟ مگه من هیچی ندارم منو بیاره ایران؟ نه اینو جدی دارم میگم، اصلا کاری به شما ستا ندارم، من اینجا کشورمه ترکیه، اینجا وطنمه، من ترکم، ترک ملتی، اینجا مملکتمه ترکیه، مگه تو میتونی منو ببری ایران پشمک با تیجه ترک منو ببری ایران، با ملیت ترک منو ببری ایران؟ مگه من با پاس ایرانی جایی میرم که تو منو ببری جایی؟ اونو زیرش که پندک زدم جوجو برد، لولو برد، هوا برد. نه بگه مردم نمیدونن، مثلا فکر کن یا میان میگن رولازمو بردن، رولازمو دزدیدن بردن، رولا رو که اینترپول که هیچ، فرودگاه عراق اومد چهار تا بچه سپاهی هم گفتن سلام علیکم، زدن زیر بغل بردنش. منو که اینجا نمیتونن ببرن، خداشون هم منو نمیتونه ببره، فقط تنها کاری که میتونن با من بکنن تپ 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 دو تا تیر بزنن. اونم فکر نکنم من کاری کرده باشم که بخوام به من تیر بزنن بکشنم، منظورم گرفتی؟ یعنی اینو میگم مردم بدونن، مردم فکر کنن مثلا الان منم ایکسم، از دیوار پریدم اومدم ترکیه، قاچاقی اومدم تو این ترکیه، دارم قاچاق زندگی میکنم، پاسپورت جعلی دارم، نمیدونم هزار تا مشکل دارم. خب معلومه داداش تو داری به دولت ترکیه توهین میکنی، باید هم بری ایران. حالا نه اون، اصلا ترکیه این کارا نمیکنه، ترکیه دموکراسی داره، ترکیه حقوق بشر داره، ترکیه هزار تا آدم درست دولتشو دارن میچرخونن، اصلا دلشون نمیاد نه حالا ایکس ایگرگ یه موه ترش کنده بشه. اینجا طبق اروپا، طبق آمریکا دارن میکنن، به چش شما شاید جهان سوم باشه. ترکیه خیلی دموکراسی داره، خیلی کشور خوبیه، هیچ وقت کسی رو ناحق زیر سوال نمیبره، محاکمه نمیکنه. قبول، داوودو میخوای محاکمه کنید، داوود ترکه، ازش هرچی مدرک دارید بفرستید ترکیه، ما محاکمش میکنیم. من ترکیه هرچی بگه میگم چشم، بگم که مردم بدونن داستان چیه. من با یه بنده خدا رابطه اون تمام شد، میخواستم درجه اونو در فیلتر هم عوض شد. اوکی ولی بعد یه دختری ناخودآگاه بهم دایرکت داد، دو تا دونه فالوور میدنش. قبل اینم مثلا معروف بودم، معروف چی بودم؟ معروف داخلی بودم، نه سر تا سر ایران ما رو بشناسن، یه معروف مثلا تفت و اشکال که سر تا فالوور داشتیم. بعد هیچی اومد این دختره بغلم و آقا بهش گفتم بیا با هم یه دونه ویدیو بذاریم، من چونه این دوست دخترم رو بسوزونم. یارو هم گفت آقا باشه فلان و اینا. آقا گفتیم حل دیگه، بی بذاریم. اومدیم یه ویدیو گذاشتیم، من گفتم عشقم این به بعد همه از اینا برای تو چیز، همه پولا رو میخوام خرج تو کنم. میدونستم دوست دخترم هم حساسه رو پول خرج، حساسه رو هزینه. آره رو هزینه و پول اینا حساسه. گفتم بذار همچین حرفی بزنم چونه دوست دختره درد بگیره بعدش بیاد دیگه بره گم شه و این حرفا. هی گفتم این به بعد پولا رو خرج تو کنم. گفتم پول حرف قشنگی نیست، الان همه میگن پول یه جنبه ای، انگار اصلا تو ببخشید دختر بدکاره ای من دارم حرف از پول میزنم، بذار با کلاسش کنم بگم هزینه. یه دفعه دست انداختم دور گردنش همین یه استوری، گفتم عشقم این به بعد همه هزینه ها واسه تو میشه. گفتم تو فقط بگو جون، نمیگفت جون. گفتم این به بعد تو ملکه منی. گفتم آقا ما اینو گفتیم تو اینستاگرام ساعت 9:30 شب نشستیم خوردیم، 10:30 شب دیدم 10,000 ویو خورده. اصلا اون ویدیو رو انگار خدا درست کرده بود، اون سکانس و همه چیو که بیاره به ما رو ببره بالا. آقا ما اینو گذاشتیم، گفت اگه داریم تو 2 ساعت انقدر منو ببینن. آخه چرا؟ از همون اول ویدیو شروع کرد رگه گرفتن، یعنی همه برداشتن ادا در آوردن، به فردا و پس برداشت نرسید. حتی اینکه دابسمش شروع شد. ببین از مردم بگیر، رسانه بگیر، فرهنگ بگیر، هنر بگیر، سیاسی بگیر، هر کی بگی، ورزشی بگیر، این تو دهن همه رفت. یعنی اصلا همه جوره تو همه جا، تو روزنامه، تو سینما، تو تلویزیون، سلبریتی، فوتبالیست، بازیگر، اصلا کسایی که اصلا فکرشو نمی‌کنی، روحانی، نمیدونم خیلی، اصلا دیگه رئیس جمهور بزرگتر نداریم که. یعنی میگم دهن همه، یعنی از کوچیک تا بزرگ افتاد ما شدیم داوود هزینه. بعد اون موقع اصلا اینستاگرام هنوز روتین نشده بود همه بیان توش و پیگیر شن و نمیدونم اینجوری مثل الان پیگیری کنم. مثل الان اگه پیگیری میکردم من میشدم هزینه، یه شب میشدم 20 میلیون. ده آخه دیوسا یه جوری همدیگر رو تایید میکنن انگار چقدر به کشور خدمت کردن و چه کارهای مهمی کردن. بله اینم از صحبتهای جنجالی داوود پاخور. نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید داوود پاخورم بالاخره میارن یا نه؟ در نهایت اینم از ویدیوی امشبمون. ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین.
لطفاً حتما لایکش کنید تا ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. راستی سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.